سلام، من مریم هداوند هستم از پرژن اوارد جوایز پارسی. امروز با سمینار خوشنویسی در ستایش برانگیختگی سوال در خوشنویسی در خدمتتون هستیم. در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای محمد برخان. آقای محمد برخان از هنرمندان خوشنویس، معمار و مدرس دانشگاه هستند. آقای برخان بفرمایید خودتون رو برای بینندگان عزیز معرفی بفرمایید. خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما. خوشحال هستم که در ایونت جوایز پارسی در کنار شما هستم و البته خوشحال که این برنامه رو با شما اجرا میکنم. در خدمتون هستم. بهترین این هست که معرفی نکنم، فقط این که محمد برخان هستم. بله، خیلی هم خوش آمدین آقای برخان. پس من فضا رو در اختیار شما قرار میدم با عنوان در ستایش برانگیختگی سوال در خوشنویسی. بفرمایید، در خدمتون هستیم. خیلی متشکرم، ممنون هستم. من قبل از هر چیزی یک خدا قوت جانانه به تیم شما بگم. من میدونم چقدر سخت هست این برنامه رو اجرا کردن و چه مصیبت هایی رو باید تحمل کرد. ببخشید که واژه مصیبت رو من به کار میبرم، اما زحمت به هر حال داره و یک خدا قوت جانانه میگم و امیدوارم که موفق هستید، موفق در سالهای متمادی راه رو ادامه بدید. خیلی ممنون با همکاری و همکاری شما. حتما بفرمایید، در خدمتون هست. متشکرم، متشکرم. من کسب اجازه می کنم از اساتید بزرگ خوشنویسی به هر حال در مهد این هنر صحبت کردن خیلی سخت هست. به هر حال ما در ایرانمون حرف برای گفتن داریم، در خوشنویسی در جهانی ما حرف برای گفتن داریم و این خیلی سخت میکنه کار رو. امیدوارم که اساتید من پژوهشگان عزیز من رو ببخشند که جسارت کردم و حتما شاگرد نوازی بفرمان و اگر مواردی بود که هست حتما بگن که این راه رو ما به جلو ببریم. حتما با کمک هم میتونیم برنامه های خوبی داشته باشیم، میتونیم خوشنویسی رو همونجور که در طی قرنها زحمت ها کشیده شده ما هم این پروسه رو ادامه بدیم و به نسل های بعد این هنر بزرگ و شکوهمند انتقال بدیم. همینجور که خانم هداوند شما فرمودید، موضوعی که مد نظر قرار گرفت موضوع این هست در ستایش برانگیختگی سوال در خوشنویسی. اجازه بفرمایید من از همین موضوع استفاده کنم و بحث رو شروع کنم و بحث از برانگیختگی. البته در کنار شما که روانشناس هستید از برانگیختگی صحبت کردن با سخت میشه، حتما کمک من بفرمایید. خواهش میکنم. اما اون چیزی که مراد و هدف من از برانگیختگی در عنوان این موضوع سمینار بود، اون زایش بود، یعنی زایش سوال. چجور ما سوال، یعنی زایش سوال داشته باشیم. باز معنا میکنم، از برانگیختگی مراد و هدف من تولید بود، تولید سوال. اینکه ما در خوشنویسی چطور تولید سوال کنیم، یعنی محتوای سوال رو چجور بسازیم، بگیم. به نظرم در خوشنویسی حال اون چه که نیاز داریم این تولید سوال هست که مهم هست. ما پاسخها زیاد دادیم، ما پاسخها زیاد گفتیم، ما حرفها زیاد زدیم، اما یک جا و یک گپ این وسط میموند و اون سوال بود. یعنی که محتوای ما در پرسش کم بود و بیشتر جواب دادیم و به نظر میرسه امروز یکم باید تعامل کنیم و این سوال برانگیزی رو
بیشتر کنی. اما این سوال باید چه خصوصیت هایی فکر کنم نتتون یه لحظه قطع شد. بفرمایید. خواهش میکنم. تصویر من داری؟ بله بله، تصویر و صداتون رو دارم کامل. بفرمایید. اونچه که در جامعه ما در حال حاضر چه در بخش خوشنویسی چه پژوهش خوشنویسی نیاز داریم، اون تئوری همراه با سوال هست، نه تئوری که فقط پاسخ داده بشه، چون که عواقبی پاسخ بدون سوال به همراه خواهد داشت. من اینا رو در ادامه خواهم پرداخت، اما برای روشن شدن و ورود به بحث ما با عنوان در ستایش برانگیختگی سوال در خوشنویسی خدمت شما عرض کنم که ما باید به نظر میرسه، من فکر کنم یک تولید سوال و زایش سوال رو رقم. خب بریم جلو و من مواردی رو یادداشت کردم که بتونیم که در این حالا خلاصه سمینار اسمش بگذاریم، خلاصه صحبت ها بتونم اینا رو ارائه بدم برای شما و مخاطبای عزیز. من یادم رفت که اصلا عرض ادب کنم خدمت مخاطبای عزیزم و من اینجا هم عرض ادب می کنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر منو دارن. امیدوارم که خوب و حال باشکوه و دلشادی داشته باشن. اگر ما حوزه های پژوهشی خودنویسی رو بخوام تقسیم بندی کنیم، اون چی که به ذهن من رسید این بود که ما یه حوزه داریم، حوزه تاریخی، یعنی اینکه در تحقیقاتمون بیشتر مراد و هدف ما تاریخ خوشنویسی است. این که مثلا میر اماد در چه قرنی بوده، اساتیدش کی بودن، شاهان، دربار و سیاست در آن زمان چی بوده، بیشتر به این حوزه پرداخت. البته فعل انصاف آقای دکتر پنچانی زحمت زیادی در این رابطه کشیدن و همچنان هم ادامه میدن و البته تیم همراه ایشون، دانشجوهای ایشون، آرزو موفقیت برای ایشون دارن. ایشون در این حوزه کار میکنن و تخصصشون حوزه تاریخی خوشنویسی. این حوزه است. حوزه بعد حوزه شکلی هست. حوزه شکلی حوزه ای هست که اکثر خوشنویسا در این در حال کار هستن. یعنی که حوزه ای هست که به خود خوشنویسی پرداخته میشه و اینکه مثلا من یک الف رو میخوام در مثلا تاریخ صفویه یا شیوه صفویه یا سبک صفویه دنبال کنم به چه صورت خواهد بود، یا دوره قاجار به چه صورت خواهد بود، زخامت ها، نزول ها، صعود ها، همه در این حوزه شکلی قرار می گیرد. اما حوزه بعد حوزه فرمی است. این حوزه شکل و حوزه فرم، حوزه فرم بسیار مهم هست و بسیار دقیق هست که بتونیم از هم جدا کنیم. حوزه شکلی بیشتر به اون استراکچر، ساختار، شاکله خود حروف و کلمات میپردازه، اما فرم از این جدا میشه، به اون معناهای درون خوشنویسی هم میپردازه. پس این دوتا رو ما با هم ادغام نکنیم در حوزه پژوهش. پس تا اینجا یک حوزه، حوزه تاریخ داشتیم، یک حوزه شکلی داشتیم، یک حوزه فرمی. اما حوزه بعد حوزه سبکی هست. فکر میکنم من صدای شما البته ندارم. بله بفرمایید. بله بله من صداتون رو دارم، بفرمایید. پس حوزه تاریخ، حوزه شکل، حوزه فرم، این سه تا حوزه بود
در تحقیق ما به اون میتونیم بپردازیم. اما حوزه بعد حوزه سطحی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در دوره مثلا قاجار قلم به چه صورت، قلم گذاری به چه صورت، قلم رانی به چه صورت، مکب رانی به چه صورت، کاغذ به چه صورت. یعنی اینکه ما در قاجار به نوع رفتار هنرمند خوشنویس، نوع رفتار کاغذ، منظورم اون متریال و مصالح کاغذ هست، متریال مرکب هست، به این عناصر میپردازیم و در این حوزه تحقیق میکنیم و کار به موارد دیگه نداریم. پس الان 4 تا حوزه شد، اما یک حوزه هم هست که میتونه تحقیق در خصوص رساله های خوشنویسی باشه که در تا الان از شروع خوشنویسی ما میبینیم که رساله های گرانبهایی داریم و کمتر به اون پرداختیم و باید به این سمت اتفاقا بیشتر حرکت کنیم. فقط بازنشر رساله ها ما دادیم اما به تحقیق در مورد رساله ها نپرداخت. اینا هیچ کدوم مربوط به چیزی، موضوعی که امروز میخوایم با هم صحبت کنیم نداره، اما از دل اینها کشیده میشه بیرون و من مجبورم اینا رو بگم خدمت شما. اما حوز صداتون من ندارم. اما حوزه بحثی که مخصوصا مثلا افرادی مثل شما با همکاری یک محقق خوشنویس یا یک خوشنویس بسیار میتونن در این گام بردارن، تحقیق های میان رشته ای هست که اتفاق میفته در حوزه خوشنویسی که ما در این مورد تقریبا در فقر سرفر ما حوزه میان رشته ای نداشتیم تحقیقاتی رو. مثلا همین تأثیراتی که خوشنویسی بر روانشناسی فردی، من از رشته شما گفتم، میگذاره، یا تأثیراتی که بر اجتماع، یا تأثیرات اجتماع یعنی در جامعه شناسی و خوشنویسی، تاریخ و خوشنویسی، ریاضی و خوشنویسی. مثلا اینکه آقای دکتر بختیاری، استاد بختیاری، حوزه تناسبات طلایی که کار کردن به هر حال حوزه هست که ریاضی هست و ایشون خوب از عهده این کار برآمدن و امیدوارم این حرکت رو ادامه بدن ایشون. پس ریاضی میان رشته ای هست، روانشناسی، و به نظر می رسه که حتما باید در این حوزه کار کنیم. خب من آقای حبیب‌الله فضائلی رو حتما بگم و جا نیندازم که ایشون به هر حال از محقق های پیشرو معاصر هستن که به هر حال کارهایی رو شروع کردم، اما باید ما کمی تخصصی تر به این قضیه در معاصریت و اکنونیت زمانی بپردازیم. خدمت عرض که من از اینجا به بعد قصد نقد کسی رو ندارم، اینو ابتدای شروع بحث بگم، و همه عزیزان و همه بزرگان این حوزه به هر حال تلاش کردن، صحبت هایی کردن. ما در جهت این صحبت میکنیم الان که یه تلنگر فکری ایجاد کنیم که شاید این اتفاق بتونه مثمر ثمر باشه، شاید هم نباشه. همون چیزی که در علم هست و خوبی علم این هست که در حال رد میشه، یعنی یک فرضیه مطرح میشه و این فرضیه رد میشه و بعد از اون همین رد شدن باعث پیشرفت علم برمیاد میشه و با این نگاه به این قضیه نگاه کنید. من اگر سوالی شما دارید در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. نه من سوال خاصی ندارم، فقط حالا این توضیحاتی که راجع به میان رشته دادیم بله خیلی جالب بود. ما امروز اصلا یه سمیناری راجع به تاثیرات خوشنویسی بر ذهن آگاهی و سلامت روان داشتیم، در خدمت اساتید بودیم و خب آره جلسه جالبی بود، به حوزه عرفان و فلسفه و این مسیرها هم حتی رسید، یعنی واقعا جالب بود برای خود من. مرسی، ممنون از توضیحاتتون. اگر فرمایشتون بفرمایید.
فقط یکم صداتون خش داره، نمیدونم دلیلش چیه. الان پس حوزه های تحقیقی خصوصی رو مرور کرد، اما این حوزه ها به نظر میرسه که صحبت هایی که من کارت مقالات دانشگاه دارم، چون که مقالات دانشگاهی به هر حال باید حتما هر سوال رو پرسش کنم، بحث هایی هست که در بین خوشنویسان رواج داره، بحث هایی که به اون پرداخته نشده، بحث هایی که در کتاب های خوشنویسی میبینیم گاهن، اینا رو میخوام بهش بپردازم. یکی از عواملی که شاید من واژه خطرناک رو نمیبرم، اما به هر حال آسیب مند خوشنویسی این هست که ما سؤالی نداشته باشیم اما دنبال جواب باشیم. مثلا خوشنویسی میر عماد رو در نظر بگیریم، خوشنویسی هم سوره حمد میر عماد در نظر بگیریم، به هر حال همیشه در طول تاریخ همه اذعان داشتن که این اکمل نوشته شده، یعنی در کمال کامل نوشته شده، ترکیب خوب در حد اعلای خوشنویسی، خود چاکله کلمات در حد اعلای خوشنویسی، و اساتید زیادی در مورد این صحبت کردن، اما اون چیزی که در این بین خالی مانده طرح سوال هست، فقط اینجا صحبت ها یک چیز داره، یعنی موقعی که به این صحبت ها نگاه میکنی یک شیفتگی به میر عماد در اون صحبت ها میبینی، و چون اساتید ما این شیفتگی رو میبینن، یعنی همراه دارن، پس باید به هر جور شده اثبات کنن که این کار خوب است، این خطرناکه، یعنی ترمال دیگه اینجا کمک ما میکنه. این که ما میگیم خوب هست دلیل نمیشه هر حرفی در موردش بزن. و من یه توضیح بدم در خصوص خود همین میر عماد، موقعی که به آثار میر عماد نگاه میکنی میبینی ما کمتر حافظ رو در میر عماد میبینی، کمتر اشعار حافظ رو در میر عماد میبینی، جایی من ندیدم کسی بگه چرا 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 حافظ رو کمتر میبینی. این سوال این شروع میشه و اینجا بعد از این سوال فرضیه سازی شروع میشه، یعنی سوال در پی جوابی هست که ممکنه صحیح باشد یا اشتباه یا رد بشود. مثلا این که ممکنه این سوال که چرا اشعار حافظ در آثار میر عماد کمتر دیده میشه، یک محقق بگه که خب، یعنی فرضیه سازی کنه که تأثیرات اجتماع صفوی بر میر عماد باعث شده که میر عماد کمتر به حافظ بپردازه. ممکنه یک نفر تأثیرات درا رو بررسی کنه، ممکنه یکی حالات و احوال خود میر عماد رو بررسی کنه، یا اصلا یکی حافظ رو بررسی کنه که آیا در دوران صفوی حافظ به قدرت امروز بوده، و شاید از منظر دیگه خیلی راحت به نگاه کنید تأثیرات محمد رضا شجریان بر خوشنویسان، موقعی که اینجور پرداخت کنیم میبینیم که بله، آقای شجریان خب تأثیر داشته و باعث بیشتر برآمدن حافظ شده، و از قضا خوشنویسان محمد رضا شجریان رو گوش میکنن. خب اینم یه فرضی هست دیگه.
و این باعث شده خوشنویسان معاصر ما بیشتر به حافظ بپردازند تا مثلا صفویه، تا قاجار. قاجار رو خیلی کمتر ما از حافظ میبینیم. در حال این سوال هست و ما به نظرم این طرح سوالی کنیم که تولید فکر کنه، یعنی سوالی که فکر به دنبال خودش داشته باشه. این فکر فکرها بیافریند و این پیشرفت خواهد داشت. یا اینکه سوال، شما یک خانم هستی و از قضا روانشناس هست، اگر به خوشنویسی های معاصر در خود خانم ها عرض میکنن نگاه کنی، میبینیم که خوشنویسان خانم ما مردانه می نویسن، یعنی خوشنویسی زنان ما مرد شده. این طرح سوال هست که شاید درست شاید غلط باشه. در هم جامعه آماری باید گرفته بشه، تحلیل بشه این اتفاق در حالا نرم افزارهای مختلف مثل SPSS تحلیل بشه و بعد به بوته نقد گذاشته بشه. یکی از اتفاقات که حوزه هایی که من خدمت شما عرض کردم همین روانشناسی هست که اینجا میاد کمک کنه. چرا اکثر خانم های ما مردانه می نویسن؟ تأثیرات شما، تأثیرات اساتید مرد، تأثیرات تاریخی که مثلا اکثر خوشنویسان ما که حوزه مشق نظری هستن مرد بودن. الان یک سوال هست که چند تا فرضی به دنبال داشت و به هر حال حتما میتونه فرضی های دیگه هم به دنبال داشته باشه. تا اینجا سوال دادیم؟ خیلی موضوع جالبی مطرح کردیم راجع به زنانه نوشتن و مردانه نوشتن. بله این خیلی موضوع جالبیه، خیلی خیلی. و من نمیدونم، به هر حال هر کسی از استاد خودش مشق برمیداره و خب این داره نسل به نسل، انگار خب اون تعداد تاثیر گذاشته دیگه. نمیدونم واقعا، یا دلایل تاریخی داره، دلایل فرهنگی داره. جالب بود. بله انگار چیزی که حالا چیزی که جالبه این که تازه داره بر من جا میفته که موضوع شما چیه؟ برانگیختگی سوال. یعنی یه لحظه اصلا چیزیه که شاید من همینطوری راحت رد شم از روش، بعد همین الان یه عالمه چیز اومد تو ذهن من که من دقت کنم کار بانوان و جز سوالایی باشه که از بانوانمون بپرسیم. حتی به نظر شما سرکار اگر پرسیده بشه میتونن جواب بدن؟ یعنی آیا اینقدر غرق در این دنیا نشدن که دیگه متوجه نیستن؟ البته اینجا صحبت راجع به اینه که خب حالا از کجا میفهمیم که این خط مردانه است یا زنانه؟ چون من اطلاعی راجبش ندارم. تفاوتش چیه خط مردانه؟ میدونم حالا راجع به موضوع صحبت نیست، انگار دوباره یه عالم سوال برای من ایجاد کردین با توجه به محتوایی که خدمت شما که عرض کنم، موقعی که اشعار فروغ رو ما مطالعه کنیم کاملا میفهمیم که یک زن به عنوان جنس مؤنث این اشعار رو سروده. اما در طول تاریخ از اشعار هم هست که نگاه میکنیم به این متوجه نمیشیم که یک خانم، یعنی به همون میگم راحتی، به همان اندازه که شعرا متوجه میشن که این اشعار اشعار یک زن هست، به همان اندازه هم یک خوشنویس متوجه باید بشود که این خوشنویس متعلق به یک زن هست. و امروزه این اتفاق گاهن از دست رفته و ما متوجه نمیشیم، یا اینکه دیگه متوجه میشیم این که به هر حال نزدیک شده به خوشنویسی مردانه. به هر حال چیزی هست وجود داره و باید تحقیقاتی در اون انجام بشه و فرضیه سازی هایی صورت بگیره. و الان صحبت من
اون فرضیه هم نیست، فقط سوال هم. فقط سوال. اما چه سوالی؟ اون سوال مهمه، نوع سوال مهم است. یعنی سوالی که خدمتتون عرض کردم محتوای فکری بیاره به خودش، به دنبال داشته باشه فکر، یعنی فکر، فکر بیافرینه و فکر در پی فکر داشته باشه. اینو ما کم داریم، یعنی اون سوال کم داریم ما، و باید امروزه بیشتر اون بپردازیم. یک نقد هست به چیزهایی، صحبتهایی که ببخشید پاسخ هستند و سوالی در کنار خودشون نداشتن. ببینید، ما در خیلی از جاها اینو میبینیم، حالا چه مذهبی، چه تاریخی، چه سیاسی. مثلا اینکه همه کشورها فکر میکنن که مردمی هستن با آکیو بالا. این از کجا نشأت میگیره؟ سوالی نبوده، فقط گفته. ما ایرانی هم همینجور هستیم، اروپا هم میریم همینجور هستیم، و حوزه‌های مختلف البته هست. این گفتنها حرف میاره به دنبال خودش، یعنی فقط حرفه، اما سوال حرف نمیاره، جدی میشه. یعنی این که من اگر حرف بزنم، اگر مثلا در مورد همون خوشنویسی حمد میر عماد بخوام حرف بزنم، باید سوال به دنبال باشم، نه اینکه بگم آقا می این خیلی خوبه، این خیلی فلان هست، خب این خیلی فلان هست، این خیلی خوبه، خب خوبه، چرا خوبه؟ اصلا به این توجه کردیم که اونو میر عماد چه سالی نوشته؟ سال مهم هست. آیا میر عماد در اون سال از لحاظ بنیه مالی قوی بود؟ آیا میر عماد پادشاه بود؟ آیا میر عماد مثلا گفته میشه حتی یکی از فرضیه ها که مثلا علیرضا عباسی رقیب میر عماد در کشته شدن میر عماد، آیا اون سال که این میر عماد مینوشت از این مثلا حسادت، من هیچ کدوم نمیگم مسار همه دور بود، یعنی آرامش داشت؟ اینا رو هیچ کدوم بررسی نکردیم، میگیم بله آقا این اینجور نوشته، این فلان نوشته. میخوام بگم که ما بدون سوال حرف میزنیم، این حرف به دنبال خودش آسیب داره. حالا در موضوعات مختلف اینجا میره ما تکن در مورد صحبت می کنم، اما خیلی حوزه هست که ما میتونیم در این خصوص صحبت کنیم. من فکر می کنم خیلی متکلم وحده شدم. نه خواهش می کنم، من دارم استفاده می برم. اتفاقا ما امروز یه برنامه داشتیم با یکی از دوستانم، ایشون راجع به خلاقیت داشتن حرف می زدن. تمام چیزایی که الان شما داریم میگین تو کاتگوری اونه، یعنی ذهن آزاد بشه، وارد یه چارچوبی نشه. خیلی جالب بود، یعنی خیلی جالبه، و فکر می‌کنم شما خودتون هم احتمالاً ذهن خلاقی دارین، یعنی همه این سوالا بر تو ذهن خود شما اومده، یعنی خودتون آدمی هستین که خلاقین، که این حتی این عنوان رو انتخاب کردین، برام جالب بود. خدمت شما که عرض کنم، فکر میکنم بر هر وجهی واجب باشه که این خلاقیت رو داشته باشه. منظورم خودم نیست، بر هر خوشنویس و هنرمندی واجب هست این خلاقیت رو داشته باشه. همه ما نیازش داریم، همه ما، فقط هنرمند. بله بله. اما آیا این طرح سوال باید توسط پژوهشگر باشه یا اینکه نه، خوشنویس هم باید این طرح سوال داشته باشه؟ یادم میاد که من یک روز با استاد شیرازی صحبت میکردم. استاد شیرازی
یه صحبت کرد، خوب بود، خیلی صحبت خوبی هم بود. یه چیز فرمودن، گفتن که قرآن یک خوشنویس و برایشون تراز اول هستن و هر حال باید زیاد انجام. گفتن من واقعا فرصت این تحقیقات دانشگاهی ندارم که انجام بدم، اما یه کار باید انجام، این که من از این تحقیقات استفاده کنم و ببین چقدر تاثیر میگذاره. یعنی یک خوشنویس یا یک هنرمند تراز اول نتیجه یک تحقیق درست و درمون رو میگیره و در آثار بعدی خودش لحاظ میکنه و اینجور هنر مثلا پیشرفت رو ما میبینیم. یعنی اینو میخوام بگم، مثلا آیا فارابی در نظر بگیریم، ابن سینا هم در نظر بگیریم، هر دو رسالات و مقالاتی در مورد موسیقی به همراه داشتن، کدوم ارجحیت داره، فارابی یا ابن سینا؟ آقای دیوید هیوم در یکی از کتاب خوده، اون فیلسوف تجربی من تو خوب میزنه در این قسمت، و اون این که آیا یک مثلا من اینو از خودم میگم به نحو مضمون، آیا یک مثلا موسیقی دان بهتر میتونه در خصوص موسیقی صحبت کنه، یا اینکه نه افراد دیگه متخصص در این حوزه هم میتونن صحبت کنه؟ یک عنصریشون بیان میکنه اینکه اون کسی میتواند در این خصوص صحبت کند که یک لازمه داشته باشه، با زیباشناسی اون هنر آشنایی کامل داشته باشه. این وجه اول. یعنی این که میخوام اینو بگم، ما در طرح سوال باید اون زیباشناسی رو بشناسیم، موضوع رو بشناسیم. یعنی این که همینجوری بلند نشین در خصوص مثلا من محمد برخان مثلا در حوزه مثلا جغرافی صحبت کنم، خب مطمئنا این صحبت جایی از اعراب نخواهد داشت. در خوشنویسی و در مورد هنرهای دیگه هم همینجور هست، مثلا فارابی یا ابن سینا کدوم ارجح در هست؟ ایشون بیان میکنه که من مثال از خودم بود، هر دو میتوانند اما به شرطی که هر دو با زیباشناسی سرکار داشته باشن، شناخت داشته باشن، شناخت کامل داشته باشن، اما ارجح تر اگر هر دو زیباشناسی بدانند با کسی هست که در اون تخصص هم دارد. پس در اینجا آیا سوال توسط منتقد فقط بیان بشه، یا اینکه توسط هنرمند خوشنویس باید بیان شود، توسط پژوهشگر باید بیان شود؟ اینجا به نظر میرسه باید که رفت و برگشت داشته باشیم به اول صحبت هامون، مثلا این که در حوزه شکلی یا در حوزه فرمی که من خدمت شما عرض کردم، حوزه اون چیزی هست که خوشنویس با اون مواجه هست، کاملا با شاکله، ساختار و استراکچر کلمات و حروف مواجه هست. اینجا سوال این خیلی اینجا خوشنویس بهتر میتونه شاید از تجربه جلو بره، یعنی یک بدوستون وجود داره انگاری اینجا، یعنی در حوزه شکلی مطمئنا خوشنویس باید طرح سوال کنه بیشتر، اما در میان رشته‌ای لازم نیست همه خوشنویس باشه. مثلا اینکه تاثیرات خوشنویس بر روان فرد و روانشناس فردی اون شاید کار شماست دیگه، ولی نتیجه تحقیقات شما به درد خوشنویس هم خواهد خورد.
یعنی طرح سوال مختص به خوشنویس نیست، اما خوشنویس هم مختصش هست. مهم اینه که در چه حوزه ای ما میخواییم تحقیقاتمون رو جلو ببریم. من نمیدونم و فکر میکنم الان هم دیگه کم کم نزدیک 1 ساعت بشه صحبت ما. بله، حدوداً 10 دقیقه مونده تا 1 ساعت بشه. من 1-2 مورد خدمتتون عرض میکنم و خواهش فکر میکنم، میکنم تمام. خواهش البته میکنم اگه مطمئنم تمام صحبتتون بیشتر هم بشه که ما استفاده میکنیم، هیچ مشکلی وجود نداره، ولی حالا هر جور که خودتون خیلی سلام. صحبت هم خوب نیست، فقط خواهش اینکه میکنم، این صحبت میتواند خیلی ادامه داشته باشه و قد یک حتما طرح حتما. بود و یکی 2 مورد دیگه من خدمت شما عرض کنم. آیا سوال فرضی است؟ من فکر میکنم نه. من فکر میکنم سوال پیش قرابل فرضی است، یعنی اینکه همونجور که عرض کردم که مثلا چرا حافظ در خوشنویسی صفوی قاجار کمرنگ تر هست، این طرح سوال هست. پس سوال فرضیه نیست و فرضیه از سوال بیرون و ممکنه فرضیه رد بشه یا رد نشه، اما اون چیزی که هست این هست که اون فرضیه هم محکم میشه. یعنی ما تا سوال نداشته باشیم فرضیه سازی نمیتونیم، پس این سوال می فرضیه ما رو محکم میکنه. بعدش که من چند تا چیز دیگه نوشتم اینم خدمت شما عرض کنم، یعنی که اگر به نظرم بگذاریم این صحبت ها نقد بشه، صحبت های من نقد بشه مورد التحاف عزیزان پژوهشگر و خوشنویس قرار بگیره، نقد کنم، بعد از این دوباره ادامه صحبت داشته باشیم. و من اینجا استدعا میکنم از کسانی که این گفتگو و این سمینار رو گوش کردن اول منت گذاشتن و بعد خواهش اینکه نقد بفرمایید و اینکه این قضیه رو جلو ببریم. چرا این که در دنیای حال خوشنویسی در اکنونیت زمانی خوشنویسی به نظر میرسه فقط پاسخ داده میشه و این پاسخ ها باید مبنای هویتی بگیره و این مبنای هویتی گرفتن با طرح سوال های خوب و بجا و درست و درمون خواهد. من دیگه صحبتی ندارم. بله، خواهش میکنم، مرسی، ممنون. من استفاده بردم، فکر میکنم این طرح سوال کردن فقط تو حوزه هنر و خوشنویسی نیست، اینکه ذهن انقدر پویا باشه که هر جا که میره اینو داشته باشه جالبه. الان همطور که خدمتتون گفتم، خود منم درگیر یه سری سوالا شدم، حالا نه صرفا راجع به خوشنویسی، راجع به هر حوزه ای. یعنی همه چیز رو میشه سوال با سوال دید، در واقع مثل یک کودک شگفت زده دنیا رو نگاه کرد. بله، خیلی جالب بود، خیلی من استفاده بردم، ممنونم. از خواهش میکنم من توضیح بدم در مورد این که شما فرمودین، اتفاقا خیلی خوب گفتید، باعث بشه منم چیزی بگم. ما در حوزه خوشنویسی نداریم، پژوهشمون نداره. یکم توضیح میدین راجع بهش؟ نمیدونم بخوام وارد بشم شاید یه خورده هم وقت بخواد هم مطالعه، ولی آنچه که از کتاب ها من دیدم، مخصوصا کتاب هایی که جدیدن، حالا همه رو من چیزی نکنم، واقعا کتاب خوبی هم اخیرا، در کتاب ها طرح سوال ندیدم، در صحبت ها طرح سوال ندیدم، بیشتر اون شفقت دیدم، یعنی نه ببخشید اون شیفتگی، مثلا شیفتگی به مثلا میرزا غلام رضا، شیفتگی نسبت به میرزا کاظم. این باعث شده که من دیگه همه چیز رو خوب ببینم، یعنی مثل این مادرها هستن دیوانه بچه هاشون، همه چیز رو خوب میبینم، ولی اون چیز نیست دیگه، بعد خیلی اینجور نیست. خب
این شیفتگی باید کنار بره به نظر من. مثلا اینکه من خب میرزا کاظم رو دوست دارم، میر عماد رو دوست دارم، پس بیام و این بگم که خب همه چی میرزا کاظم خوب، هیچ سوال برای من پیش نیاد، این کار کرده مثلا شاید اشتباه باشه، شاید مثلا به جا نباشه، شاید ترکیب بندی صفحش درست نباشه، ولی من بیام هزار دلیل برای این بیاورم که بگم اینجا درست هست، میرزا کاظم درست گفته، فکر میکنم شاید درست بیان نکنم، امیدوارم متوجه بله کاملا منظور واضح من دارین بشید. بیان میکنین. بله اگه چیزی که من متوجه شده باشم اینه که توی فقط حوزه خوشنویسی نیست، یعنی توی حوزه مثلا تو همین حوزه روانشناسی که رشته من هست اینجا هم شیفتگی هست. حالا نمیدونم این شیفتگی خاصیت جامعه ماست یا و موضوع جالبیه اگه بخواد راجبش صحبت بشه. چرا؟ چون این شیفتگی انگار باعث میشه، حالا من راجع به خوشنویسی نمیتونم نظر بدم، مثلا این ساختار نظریه اینه، شما خط پاتو نباید این ورتر بذارید و اون میشه وحی منزل و اگر کمی این ورتر بخوای بری کار بکنی یا اینا رو ادغام کنی یا بر اساس کرکتر خودت چیزی خلق بکنی زیر سوال میری، چون پاتو از اون ساختار گذاشتی بیرون. این تو حوزه روانشناسی من میتونم بهش حرف بزنم، اما تو حوزه شما نمیدونم چجوریه این شیفتگیه، ولی اینجا هم هست، همه جا هست انگار تو در فرهنگ. حوزه شما صحبت شما رو تکمیل کنم، مثال بزنم، من مثلا اگر فروید حتی در سخنرانی نه، مثلا در یه فیلم مثلا فلانطور میره توی یک اتاق، فیلم مستند منظورم، فروید فلانجور میره توی اتاق، من بیام آسمون ریسمون کنم که فروید به این دلیل اینجوری رفته این اتاق، رسوندم این منظورم رو؟ بله کاملا همینه، کاملا. حتی خود فروید یه سری از نظریاتشون رو بعد از مدتی میومد ریویو میکرد، پس میگرفت، حالا راجب فواید مثلا کوکائین چقدر مطلب نوشته و بعدها که متوجه شد خب اینا رو همه رو تغییر داد. ولی خب این شیفتگی که شما دارین میگین بله جالبه. آره در خوشنویسی هم این هست، من آسمون ریسپون کنم بگم آقا این حتما این آمده این کاری کرده به این دلیل بوده، خب همینجور که در همین مربوط به سوره هم چیزهای زیادی از این میبینیم، یعنی به هر دری میزنیم که این شیفتگی خودمون نسبت به اماد رو ثابت کنیم، آقا هر کاری کرده یعنی تو این خوبه، یعنی درسته، اکمله، اون دیگه باید همدست به کلمه میزنی، ببینید از واژه کمک میگیری، از واژه هایی که واقعیت ندارن، از واژه خب، اما این واژه میاد تبدیل به حرف میشه، ببینید اون مبنای سوالی نداره اون بحث. امیدوارم رسونده باشم حرفم. بله و بله این بله مرسی، مرسی از توضیحاتتون، حداقل خواهش باعث می‌کنم، پویایی خواهش فکر می‌کنم، من که شد این عنوانتون. ممنونم از توضیحاتی که دادین و فکر خواهش میکنم می‌کنم. این جای صحبت زیاد داره، حتی راجع به این شیفتگی میشه ساعتها صحبت کرد بله. خیلی، و یه ترکیب میان رشته ایش کرد نسبت به خوشنویسی، نسبت به رشته های دیگه چیزهای جالبی مطرح کردیم. مرسی، ممنون از لطفتون. خواهش می‌کنم. اگر خواهش صحبتی می‌کنم. دارین بفرمایید صحبت پایانی، اگر هم نه که خداحافظی کنیم. باز هم من خدا قوت میگم به تیم جواز فارسی، خواسته شما که دارین الان زحمت میکشید مرسی و میدانم چقدر با موارد دستانجه نرم در اکنونیت کاری و امیدوارم که پرتوان ادامه بدید و امیدوارم که من در این صحبت هایی که داشتم خدای ناخواسته به اساتیدم، به عزیزانی که در این حوزه ها کار میکنن به هر حال بی احترامی نکرده باشم، من چیزی
یعنی بدون ذکر نام هم گفتم به قصد بی‌احترامی نبوده و فقط قصد تلنگر بوده. امیدوارم این بنده نوازی و شاگرد نوازی صورت بگیره و این جلسه رو مورد نقد قرار بدن. دوستانم درود بر شما. بله حتما، مرسی، ممنون از اینکه شما تشریف آوردین، سپاسگزارم، ممنون از بینندگان عزیز که امروز در خدمتشون بودیم، امیدوارم براتون مفید بوده باشه، مراقب خودتون باشین، خدا یار و نگهدارتون، خدا نگهدارتون.